از نسیمه جان دانشیار، رئیس انجمن دانش، صمیمانه تقاضا می نمایم که تشریف آورده در ضمن تبریکی از این روز از طرف انجمن دانش در مورد روز جهانی زن بر شما عزیزان صحبت های خواهد داشت. زنی را می شناسم من، زنی را می شناسم من که می میرد ز یک تحقیر، ولی آواز می خواند که این است بازی تقدیر. زنی با فقر می سازد، زنی با عشق می خوابد، زنی با حسرت و حیرت گناهش را نمی داند. زنی خو کرده با زنجیر، زنی خو کرده با زنجیر، زنی منعوس با زندان، تمامی سهم او این است. تمامی سهم او این است، نگاه سرد زندانبان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ایزد توانا، با سلام و درود. من از طرف خود و تیم کاری انجمن دانش روز فرخنده زن را به همه شما و خصوصا به بانوان عزیز تبریک گفته و از حضور، اشتراک و ارج گذاری شما به مقام والای زن تشکر و سپاسگزاری می نمایم. زن موجودی پیچیده و اسرارآمیز و معجزه مانندی است که دارای ابعاد شخصیتی مختلف و گوناگون می باشد. گاهی باید بعد زن توجه شده و دیگر ابعاد آن نظرانداز می شود. از ظرافت، از لطافت، از زیبایی زن، از مهر زنانه زن، از مهر مادرانه زن ستایش و تقدیر می شود. گاهی شخصیت فردی و مستقل زن کمرنگ جلوه داده شده و یا کلن نادیده گرفته می شود. زن خودش هویت و شناخت مستقل نداشته به نام همسر، پدر و غیره معرفی می گردد. زنان با وجود توانمندی های بیشمار که دارای تفکر، تعقل و قابلیت های فردی بیشماری اند، هنوز برای اثبات این موضوع مشکل دارند. دوستان، طبق گزارش بانک جهانی با وجود تغییرات مثبت در ممالک رو به انکشاف، زنان هنوز در بخش صحت، تحصیل، کار، مشارکت مؤثر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی با موانع و چالش‌های سنگین و بزرگ روبرو هستند. زنان در این کشورها از تبعیض جنسیتی، خشونت جنسی و روحی و بدنی رنج می‌برند. در افغانستان، وطنی عزیز ما، زن موجودی بی‌دفاعی است که در فضای پر اختناق و مسموم برگرفته از ترکیب فرهنگ و سنت کهنه و قرائت غلط دینی نفسش
در سینه حبس می شود اما تحمل می کند. چه فرخنده های بیشماری که در آتش جهل و خرافات و سنت های دست و پاگیر و غیر انسانی خموشانه می سوزند و خاکستر می شوند اما سوختنشان را کسی به چشم نمی بیند، کسی احساس نمی کند. شکی نیست که در اثر تلاش بانوان مبارز و تلاش در افغانستان و یا در اثر فشارهای بین المللی تغییرات مثبت در قسمت تحصیل، کار و مشارکت سیاسی زنان هرچند نمادی با وجود آمده است. اما این تغییرات منحصر به کابل چند ولایت تی بزرگ بوده و همگانی و بنیادی نیست. در کشورهای متمدن و صنعتی در اثر مبارزات جنبش‌های آزادی خواهی زنان، زنان به حقوق و مزایای قابل رشک دست یافته‌اند. اما زنان و به خصوص فمینیست‌ها در این کشورها میگویند وضعیت ما در حدی مطلوب است نه ایدئال. میگویند مبارزه ما هنوز ادامه دارد. آنها هم سخن از تساوی حقوق میزنند، ما هم داد از تساوی حقوق میزنیم. ببین تفاوتی ره از کجاست تا به کجا. در کشوری که هنوز حقوق و کرامت اولیه انسانی تعریف درستی ندارد، شعار تساوی حقوق همانند شعار دموکراسی یک شعار کلیشه تو خالی دهن پرکن و نمایشی است. اکت های فمینیستی هم بدون یک تر و پلان دردی از زنان ما دوا نمی کند. تئوری فمینیسم غربی بر اساس نیاز و خواستهای یک جامعه متوازن، ام پیشرفته و ثروتمند طراحی و دیزاین شده است و در چارچوب یک جامعه جنگ زده ناام و فقیر نمی گنجد. تغییر وضعیت زنان در افغانستان بدون ایجاد یک حکومت ملی واقعی و ایجاد امنیت نسبی و فضای باز سیاسی مشکل خواهد بود. بعد از ایجاد همچو فضای با اقدامات عمیق و بنیادین برای رفع تبعیض جنسی با سواد آموزی، آموزش، روشنگری همگام با قانون سازی و با یک مبارزه متداوم و طولانی می توان با آینده زن، با آینده انسان در افغانستان امیدوار بود. و اما برمیگردیم به تورنتو. تصور ایدئال این است که ما به عنوان یک کمیونیتی که در کشور مثل کانادا که یکی از پیشتازان حقوق زن در جهان است زندگی میکنیم، طبعا باید با این مسئله مشکلی نداشته باشیم. اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از ماها همون تفکراتی بسته و سنتی خود را مخصوصا دیدگاهمان را به زنان به کل دنیا با خود حمل میکنیم. بسیاری از ماها قدمی
در راه آموزش و تنویر فکری خود بر نمی داری. حتی کسانی که ادعای روشن فکری دارند، کسانی که خود را از پیشتازان جنبش های مترقی می دانند، متاسفانه در عمل طالبانی و متحجرانه با موضوع زن برخورد می کنند. این حرف شعار و نوشتار و لباس نیست که ما را مترقی می سازد. این عمل است که ما را محک می زند. به عنوان آخرین سخن، بیایید صادقانه گام های در راه احترام واقعی به زنان برداریم. اندک روی طرز فکر و جهانبینی خود کار کنیم، نگاه روشن و باز داشته باشیم، تغییر را از خود، از خانواده آغاز و به جامعه ختم کنیم. دختران و زنان را به حیث انسان‌های با هویت مستقل و توانا قبول کنیم و آنان را در راه شکوفایی استعدادها و توانمندی‌هایشان همیاری و کمک کنیم. بیایید تا عرف و عملمان اندکی با هم یکی باشد. به همان وسعت گیسوی سیاحت بانو، به همان وسعت گیسوی سیاحت بانو، درد می‌ریزد از آن موج نگاهت بانو. بیگمان اوج پریشانی این خاکم هست، انعکاس اثر آتش آهت بانو. یک بار دیگر تشکر میکنم. با سپاس از نسیمه جان دانشیار. الو الو سلیم جان، این تو؟ همان. چی گپ؟ تو در کجا بچه که؟ چی بود؟ با آشناها چخچخ کرده نشستم. کی می آیی بچه یکم؟ می روم دیا، حالا بر وقت کو؟ تستر بیا پسرم. شما آدم عجایب کو بو و جان؟ می روم گفتم می روم دیا، چرا اینقدر وحیمه کرده ایستاده؟ نه سلیم جان، می دونی من امشب یک آشی پلوی دستکی پختم. بو و جان، آش را به حضور کشیده خوردن گرید، من بهتر می روم. مگر به تو از گلویم آش می گذره؟ ارزو داشتم که همین بیگاه هر دویمان سری دسترخوان نشسته. آه سخت دلی مادر دیه، چون بیقرار است، به فرزندش همیشه انتظار است. اگرچی بر کمالی عمر رسد کس، به چشمی مادرش کودک بود بس. ها بوا جان چی گپ شد؟ سلیم جان آمدی؟ ها آمدم آمدم، چی شد؟ دستمال روی پلیت افتاده دود کرده است تو؟ من آش سخت گفته خواتر شدم. خوب شد که آمدی، دستت روشی، من حاضر آش کشیده می آرم. ای بوا جان قائل کردید کو؟ اون منی بفهم سختار شد می گویان صحبت دوستان رو پرتفته آمدم. وای بچه یکم عصبی نشو بچم، پیری دیا پیری. چی خیل عصبی نشوم؟ خودتون گوید بوا جان چی خیل عصبی نشوم؟ آخر من بچه خورد نیکو، چرا فهمیدن نمی تواند که من کلان شدم؟ و من از آشناهایم شرم می دارم. خیر
زیغ نشو پسر جون، دلی مادر با فرزندش گم میزند دیا. امانده بوا، نه خودتان خوب زندگی میکنید و نه میموند که من دمی بیغم زنم. من رفتم. خدا نخود دمی بیغم از صحبت مادر اولا باشد. بیهوده نگفتند دلی مادر با بچه، دلی بچه با کوچه. محبت است دنیای مادر، نوری سعادت است سیمای مادر، در هر قدم رهش صد گل بروید، زیرا که جنت است در پای مادر، در هر قدم رهش صد گل بروید، زیرا که جنت است در پای مادر. بشناس قدر مادر فرزند بی خبر، روزی به خاک پای زار می شوی، مادری کشیده و خار می شوی، خار می شوی، خار می شوی، روز به خاک پای زار می شوی. فرزند جانش در روی کرد پیشی خداوند، مادر تمام عمر از بر فرزند جانش در روی کرد پیشی خداوند، شادی طلب کند با عشق ریزان، خواهان روز خوش بختی جگربند، شادی طلب کند با عشق ریزان، خواهان روز خوش بختی جگربند. قدر مادر فرزند بی خبر، روزی به خاک پای زار می شوی، به مادری کشیده و خار می شوی، خار می شوی، زار می شوی، روزی به خاک پای زار می شوی، مادری کشیده و خار می شوید.